سلسله دروس معاد، جلسه 105 تاریخ 18/9/75، استاد شجاعی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعضاء مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحثی که جلسه گذشته داشتیم عنوانش این بود که تمثل روش کلی عملی تعجب آور است. یعنی انسان بعد از اینکه، یا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، قبل از اینکه وارد برزخ بشه، درست لحظه ای که مشرف به برزخ هست، یعنی قبل از ورود، اموالش و فرزندانش و اعمالش متمثل میشن در برابر اون. مکالمه بین انسان و اموال و فرزندان و اعمالش انجام میشه. بعدم که وارد قبر میشه، یعنی عالم برزخ، اونجا با صورت‌های مختلفی روبرو هستش، از زشت و زیبا. زیباترین صورت‌ها و زشت‌ترین صورت‌ها انسان باشون روبرو میشه، صورت‌هایی که مجبور باشون باشه. حالا ایشون روش کلی عملی رو فرمودند و قبلا هم در درس یه تفکیک بین عمل و تفکرات، عادات، اخلاق، خصلت‌ها ذکر کرد. روی کلمه روش کلی عملی توجه بفرمایید. تفکیک کردن چند جلسه گذشته این بود که آیا فقط عمل انسان تمثل پیدا میکنه در قبر، در برزخ، یا خصلت ها، عادات، افکار، عقاید، این هم تمثل پیدا میکنه، که مسئلهش رو حل کرده میشون، توضیح دادم. اینجا وقتی میفرماید روش مکالمه رو که فرمود، مکالمه که از علی علیه السلام نقل شد که در آخرین روز دنیا و اولین روز برزخ، اولین روز قبر، اولین روز آخرت، که شخص هنوز منتقل کامل به اون طرف نشده اما مشرف شده، در لحظات آخر هست، این مکالمه بین مال، فرزندان و اعمال و بین انسان برقرار میشه. اونجا حضرت علیه السلام فرمود که شخص با عملش رو برو میشه، به عملش میگه که تو چه چیزی برای من خواهی داشت، چه کمکی میتونی توی لحظات من بکنی. عمل بهش میگه چیه؟ برخلاف مال و فرزندان، بهش میگه که من با تو هستم. بحث سر این هستش که اینجا وقتی میفهمد روش کلی عملی، روش کلی عملی رو توی جلد یک توضیح دادیم که گفتیم روش کلی عملی یعنی اون روشی که به طور کلی بر انسان حاکم هست. یه شخصی که بد اخلاق هست، یه شخصی که مثلا همیشه کارهای بد انجام میده، اگه یه گاهی هم یه کار خوبی کرد، نمیگن نیکوکاره یا خوش اخلاقه. به اون کلیاتی که او برش حاکم هست، اون شاکلهی که برش حاکم هست، اون ملاش هست. اینجا وقتی میگه روش کلی عملی، خوب دقت کنید، روش کلی عملی نه صرف عملها، عمل در مقابل خصلت، عمل در مقابل تفکرات، عقاید، عادات، صفات، نه. وقتی میگه روش کلی عملی، عمل چی هسته؟ چون طبق فرمولی که خدمتون عرض کردم، کلون یه عملو علا شاکلته، هر انسانی بر اساس شاکلش عمل میکنه. عمل عبارت است از یک محصولی از شاکله. دقت بکنید،
بعد در تعریف عمل که ما کردیم اوائل کتاب همین جلد دو گفتیم عمل صرفا یک ظهور خارجی نیست و بلکه چیزهایی که در درون انسان میگذره هم عمل میشه. بعد نتیجه‌گیری عالی ترجیح کردیم بود که اصلا عمل سراسر همون نیست که در باطن میگذره. نتیجه‌گیری دقیق تری که کردیم این است که عمل همون چیزیست که در باطن میگذره، همون چیزی که در باطن میگذره. یه جدایی هم حتی هست بعضی وقتا بین اونی که در خارج هست و اونی که در باطن میگذره. چون وقتی ریاکاری میکنی، نماز میخونی، اصل کارت ریاکاریه، صورت خارجیش چیه؟ صورت خارجیش نمازه و این هیچ ارزشی نداره، هیچ جای بند نیست، چون صورت حقیقی یه کار حقیقی نیستش. پس در واقع این شخص عملی انجام داده انجام نداده؟ انجام داده. عمل تو کجا صورت گرفته؟ در نفس صورت گرفته. چه عملی است؟ ریاکاری. این که حالا بیرون صورت نماز هست اصلا هیچ اعتباری نیست بهش، ارزشی نداره. این که در درون عمل صورت گرفته، اون عمل عبارتست از ریاکاری. پس وقتی میفهمد روش کلی عملی، دقت بکنید توی این کلمه منظور عمل در مقابل صفات، اخلاق، تفکرات، خصلت‌ها و عادات نیست. روش کلی عملی یعنی روح حاکم بر شخص که انسان با اون روحی عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی کلونی عمل و علا شاکلته. یعنی هر کس شخصیتش در طول زمان ساخته شده به وسیله واردات و صادراتی که داشته در روح خودش. این شخصیت همه ما اینو داریم، هر کدوم شخصیت ویژه خودمون داریم. کارهایی هم که میکنیم از برخورد با زن و بچه، نمیدونم برخورد با همسایه، برخوردهای سیاسی و اجتماعی، برخورد با ارباب رجوع، برخورد با دوستان، نمیدونم جلسات علمی، هر چی که هستش یک روح بر ما حاکم است. ما داریم با یک شخصیت این را انجام میدیم، با یک شخصیت. پس از تمثل روش کلی عملی صرفا تمثل عمل نیست، صرفا تمثل عمل نیست. که حالا شواهد که توضیح داریم، البته بحثم نویسنده محترم حفظه الله تعالی دقیق بیان کردن، ولی خب جلوتر هم که میریم باز شواهد و دلایلی داره که اون چیزی که تمثل پیدا میکنه صرف عمل نیستش، بلکه عقاید فرد. مثلا در داریم در قبر، یکی از چیزهایی که در قبر برای شخص تمثل پیدا میکنه و از همه قدرتش بیشتره چیه؟ صبرش هستش. صبر به همه اعمال میگه، به نماز، به روزه، به چی به چی، میگه شما بهت کمک بکنید رفیق خودتون، اگر در موندید من کمکش میکنم. یا در روایت دیگه داریم چی تمثل پیدا میکنه از همه قوی تر هستش؟ ولایت هست. ولایت که عمل خارجی نیستش، که ولایت عبارت از یک عقیده ولی تمثل داره، یک ارتباط تمثل داره. بعد سوالی که ایشون در آخر بحث جلسه گذشته مطرح کردن این بودش که چه ارتباط و نسبتی بین کارهایی که انسان کرده، بین عادتها، خصلتها، تفکرات، عقاید و اعمال با صورتی که اونجا ظاهر میشه، چه ارتباطی هست؟ بین اینها چه سنسگردی وجود داره که این عمل اونجا به این صورت ظاهر میشه؟ یا فرض بفرمایید در روایت داریم که فلان افراد که خلقشون اینجوری هست به صورت میمون ظاهر میشن، تمثل پیدا میکنن، قیافشون قیافه میمون هست. گروهی به صورت خوک مشهور میشن، گروهی به صورت چه کفتار مثلا مشهور خواهد شد. چه ارتباطی بین اون کار و این هستش؟ یا فرض بفرمایید غیبت رو وقتی خود برزخش رو باطنش رو بیان میکنه، میفرماید خوردن گوشت برادر در حالی که مرده است. این خوردن گوشت برادر مرده چه ارتباطی با غیبت داره؟ حالا بعضی ها تونستن به یه ظرافت ها و نسبت های رزی کنن، ولی اکثر قریب به اتفاق نسبت ها مشخص نیستش. ایشون فهمید بعضی هم میشه سوال کنن بیا که خب چه نسبتی بین اینو هست؟ این واقعا تعجب آوره. یعنی بعضی اونقدر کوته فکر هستن که امر عجیب رو، عجیب بودن یک چیز رو دلیل بر استبعاد، استنکار و استنکار و عدم باور میدونن، قبول نمی کنن. یعنی این یعنی شاخه میگه میشه اینجوری بشه؟ نویسنده محترم خیلی جواب زیبایی داد جلسه گذشته، خوندیم این جواب. من آغاز این جوابی که ایشون هفته گذشته
ذکر کردن ما هم توضیح دادیم دربارش، میخونم برای یادآوری بیشتر، بعد وارد مثالی که ایشون زده میشه. ایشون میفرماید که در صفحه 38 بند سوم، اینها سوالاتی است که برای انسانها به هنگام مواجه شدن با تمثل خوب یا بد روش عملی خود در حال اشراف به برزخ پیش می آید. چه سوالاتی؟ سوالی که قبلا ذکر کردم. اون سوال چی بود؟ چه تناسبی بین این تمثل با اون روش وجود داره؟ ایشون بعد جواب فرمودن به طوری که این سوال های توأم با تعجب و تحیر در مرحله اشراف به برزخ برای انسان ها هست، همینطور در اینجا نیز برای ما انسان ها این چنین سوال ها و تعجب ها و تحیر ها وجود دارد. شاید ما نیز سوال توأم با تعجب داشته باشیم و بگوییم آیا روش عملی انسان به عنوان یک خصوصیت درونی و روحی جلوه‌گر در حرکات ظاهری و یا توأم با حرکات ظاهری می شود؟ توأم با حرکات ظاهری می شود به صورت یک انسان زیبا یا به صورت یک موجود تنفر انگیز متمثل گردد، نفرت انگیزی متمثل گردد؟ و اگر چنین چیزی هست، تناسب بین روش عملی و بین صورت زیبا یا نفرت انگیزی که روش عملی به نام صورت در می آید چیست؟ بعد مثال می زنم، بیم سر صفحه 39 توضیح دادن اینا. ایش می فهمد مثلا تناسب، حالا مثالی که ایشون می زنم تناسب بین انرژی ها و امواج هستش با اجرام هست. خب ما می دونید که یه قوانینی هست در تبدیل اجسام به هم دیگه و تبدیل انرژی ها به اجسام و اجرام، تبدیل انواع انرژی به هم دیگه، حتی ما اینو داریم. مثلا انرژی آب حرکتی به انرژی الکتریکی تبدیل میشه، برق ازش میگیره در آب. ایشون میفرماید که ما اونی که میفهمیم به عنوان علوم تجربی این است که ما فقط میفهمیم که این انرژی به این انرژی تبدیل میشه، در اثر این نوع کارها این انرژی به این انرژی تبدیل میشه، این انرژی به این جرم تبدیل میشه. چیزایی از این قبیل. جرم به انرژی تبدیل میشه. جرم به انرژی تبدیل میشه. مثلا شما اگر یک جرمی داشته باشید که بهش سرعت خیلی زیادی بدید، دیگه تحمل جسم بودن رو نداره. تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به گاز میشه مثلا. جرم تبدیل به چی میشه؟ به گاز میشه. تبدیل به انرژی میشه. جرم تبدیل به انرژی میشه. شما مثلا زغال رو میسوزونید، تبدیل به انرژی حرارتیش میکنه، به صورت انرژی حرارتی آزاد میشه. یا نفت رو میسوزونید به این صورت جرم هست، تبدیل به انرژی میشه. یا برعکس. میشه ما اون که در طبیعت میبینیم این تبدیل ها هستش، استفادهش هم میکنیم، اما واقعا مکانیزم شما میفهمید چی هست یا نه؟ ما نمیدونیم که چرا این به این تبدیل میشه، چه تناسبی بین این کار و این هستش، بین نفت، بنزین و مثلا حرارت هستش، آتش هستش، چه تناسبی بین اینا وجود داره. اگر به این باشه، خب میلیون ها و میلیارد ها سوال تعجب انگیز که نسبت هست ولی با رابطه رو نمیفهمیم وجود داره. در بدن همینطور. شما هم نگاه کنید مثلا مکانیزم زایمان چیه؟ هیچ کس نمیدونه. چه مکانیزمی داره؟ بسیاری از مکانیزم های دیگه، غذا. ما غذا میخوریم. این غذا خوردن چجوری طبق چه مکانیزمی تبدیل میشه به اجزای مختلف بدن؟ مثلا فرض کنید به رگه های خونی غذای متناسب با چشم رو میرسونن، خون رو به اندازه اون. به موجه ها همونطور، به ابرو ها همونطور. ببین چند نوع مو داریم ما؟ موجه داریم، ابرو داریم، موی سر داریم، موی ریش هم داریم، موی بدن هم داریم که درجات مختلف از ظرافت رو، درشتی و نازکی و اینها رو داره، بلندی و کوتاهی داره. ولی این غذایی که میخوریم چطور به همه اینا تقسیم میشه؟ یا سلول های مختلف به استخون تبدیل میشه، به گوشت هم تبدیل میشه، به چربی هم تبدیل میشه، به غضروف هم تبدیل میشه. ما این چی میفهمیم؟ ما فقط میدونیم این تبدیل صورت میگیره، فقط همین رو میدونیم که اگر غذا بخوری این تبدیل صورت میگیره، اما چه ارتباطی بین این هست و این هست ما نمیفهمیم. دقت بکنید، در ژنتیک هم همینطور است. در ژنتیک ما میدونیم که بین این ژن و این صفت یه ارتباطی است. اگر ژن شماره فلان آسیب ببینه، فلان صفت در انسان چه ظاهر نمیشه. فلان ژن آسیب ببینه یا فلان غده مثلا آسیب ببینه، الان اینطوری دیگه ثابت شده، مثلا فلان قده رو شما دست بزنید، مهر مادری در دختر پرورش پیدا نمی‌کنه. ها؟ مادرم شده یا پدری؟ پدری یک ژن، یه دونه قده هست، یه ترشحاتی داره. شخص وقتی پدر میشه، حس پدری نسبت رابطه‌ای که به عنوان پدر با بچه‌اش داره درش فعال میشه. کافیه اون قده رو برش دارن که ترشح نکنه. یعنی شخص بچه دار میشه، اما مهر پدری دیگه نداره. زن مادر میشه، بچه دار میشه، اما مهر مادری نداره. بین اون قده و حس مادری، روح مادری چه رابطه وجود داره؟ ما چه میفهمیم؟
خب دقیقا که چقدر ظرافت داره. بعد آمپولش رو آمپول از همون قده و همون چیزی که اون قده تزریق تشویق میکنه تزریق میکنن به دختری که مهر مادری نداره، چی پیدا میکنه؟ مهر مادری پیدا میکنه. ما فقط میدونیم که یه همچین رابطه وجود داره، اما اینکه این ماده با روح مادری چه نسبتی داره کسی چه میدونه چه میفهمه. یعنی اگر قرار هست ما به خاطر اینکه فقط تعجب انگیز هست یا ما نمیفهمیم قبول نکنیم، خب باید خیلی قوانین در طبیعت رو هم ما نپذیریم. مثلا اینجور نیست، ما در طبیعت با میلیاردها قانون هستیم، سر و کار داریم، خیلی هاش داریم استخدام میکنیم، ولی هیچ مکانیزمش هم نمیفهمیم، فقط میدونیم رابطه ها وجود داره. علوم تجربی یعنی همین دیگه، علوم تجربی کشف چیه؟ کشف رابطه هاست. اما اینکه نسبت چه نسبتی هست و چه سنخیتی وجود داره بین این کار و این کار و این عمل و این اکسون من، همه موندن توش. مثال دیگه بذارم برای شما. شما معنی رو توجه بکنید، معنی که در مثلا یک سانتیمتر مکعب 100 میلیون اسپرم وجود داره، در یک سانتیمتر مکعب 100 میلیون اسپرم وجود داره. خب شکل اسپرم که همه میدونید چجوری هستش، تخمک هم که مشخص است مال زن، اینها میان لقاح پیدا میکنن، یعنی یه دونه اسپرم با یه تخمک لقاح پیدا میکنن، چی تشکیل میشه؟ سلول تخم. ها سلول تخم تشکیل میشه. حالا این میخواد چی بشه؟ میخواد بشه یه آدم، توجه کنید. خب بعد این سلول تخم تکثیر میشه در رحم، تکثیر همانند و یک جنس. خوب دقت کنید، تکثیر همانند و یک جنس، همه یه جور یه توده سلولی درست میشه. بعد این توده سلولی تقسیماتی داره، بعد هر کدوم این تقسیمات یه قسمتی از بدن رو میسازن. مواد مشابه، یکی شده چشم، یکی شده استخوان، یکی شده گوش، یکی شده بینی، یکی شده مثلا لب، یکی شده قلب، یکی شده دستگاه گوارش، یکی شده چیز دیگه. خب چه ارتباطی بین اینا وجود داره؟ کی میفهمه اینو؟ سلول تخم شده آدم، شده یه انسان، متولد شده، الان چشم داره، گوش داره، قلب داره، آمادگی ذهنی داره، بعد میشه یه فیلسوف، یه متفکر بزرگ میشه، میشه یه معصوم. چه ارتباطی بین اینا وجود داره؟ ما نمیدونم، هیچ کس نمیدونه و تعجب انگیز هم هستش. اون مسئله که جلسه گویست خدمتون عرض کردم خیلی مهم است. مهم این است که ما با حجاب عادت نگاه نکنیم به اشیا و به امور. اگر نگاه نکنیم هر کدومش چیه؟ تعجب برانگیز هستش. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. چون یه برگو درست بهش فکر بکنی، وادارت میکنه که سجده بکنه، وادارت میکنه که تسبیح و تحلیل بکنه و تحمید بکنه. علت اینکه دانشجویان ما در دانشکده های ما میان علوم تجربه میخونن و عابد نمیشن، ما اینکه عابدتر باید بکنین، یه آدم آگاه رو با زمینه خوب آگاه عابدتر میکنه. من دوستانی از طلبه ها رو دادم که وقتی پزشکی میخوندن، طلبه الان، ولی وقتی پزشکی میخوندن میگفتن که وقتی مثلا درس آناتومی بوده یا درس های دیگه بوده، توضیح بدن میدادن، تشریح بوده، ما سعی کردیم تشریح گریه میکرد. اون تحولات در ما ایجاد کرد، یعنی اون پزشکی کشوندشون به معنویت، کشوندشون به طلبگی. و اون چرا تو این درست هست داره فکر میکنه؟ علتی که اکثر اینجوری هستن چون اینا حجاب عادت داره، با حجاب عادت نگاه میکنن میگن خب این همچین مکانیزم در طبیعت هست. بابا بی انصاف، فکر کن اینو چی قرار داده، اصلا برای چی قرار داده این همه ارتباطات که چی بشه؟ نگاه نمیکنن. فیزیکدانمون، نمیدونم مکانیکمون، نمیدونم پزشکمون، همه همینطور هستن. اگر درست بکنن اینها، هر یک باری که اینا رو مطالعه میکنن باید سبحان الله باید سجده بکنن، باید عشقشون به خدا زیادتر شه. کسی که این پزشکی که با بیش از هر کسی با مکانیزم بدن آشنا هستش باید عابدترین افراد باشه، چون حکمت زیادی داره توش میبینه، توی بدن داره میبینه، نظم دقیق بی نظیر داره میبینه. یه ژن، یه کروموزوم این ور اون ور میشه، میبینه که اصلا شخص یه شخصیت دیگری شد. چقدر ارتباط دقیق هستش. چرا اینا تکون نمیخورن؟ برای اینکه چی؟ همون حجاب عادت دارن، با اون دارن تماشا میکنن این امور. مشکل همین هستش. و الا تعجب این نیستش که حالا اگر کسی یه جوری عمل کرد در برزخ به یه جوری دیگه جلوش ظاهر بشه، مگه فقط همین تعجب آورست؟ میلیون ها چیز دیگه هست که در همین طبیعت ما داریم تعجب آورست، ولی علارغم تعجب ما داره کار خودش رو میکنه، چه ما بفهمیم و چه نفهمیم و چه تعجب بکنیم و چه نکنیم، کار خودش داره میکنه. همین جوری هم عمل کرده. آتش همیشه سوزنده،
آب همیشه خاصیت خودشو داشته و چیزهای دیگه مثل قبل هوا هم همیشه و چیزهای دیگه. مثلا تناسب امواج و انرژی ها در اشکال مختلف با اجرام و اجسام در اشکال متنوع چیست و چگونه برای ما معلوم گردیده و در چه حدی این تناسب یا تناسب ها برای ما روشن شده است؟ آیا در امواج و انرژی هایی که به صورت های مختلف و متنوع اجرام و اجسام گوناگون در می آیند، به صورت های مختلف و متنوع اجرام و اجسام گوناگون در می آیند، تناسب و شباهتی بین این امواج و انرژی ها و بین این صورت های مختلف، این صورت های مختلف اجرام و اجسام وجود دارد؟ و اگر وجود دارد چیست و چگونه است؟ و اگر وجود ندارد چگونه آنها به اینها مبدل می شوند و آنها به این صورت ها در می آیند؟ مسلما وجود دارد. مثلا وجود داره یه نظم خاصی هستش، باید منی باشه، منی مرد باشه، تخمک زن باشه تا بچه باشه. شما از ترکیب هر ماده نمیتونه انسان رو بگیری. خدا من این نظم قرار داده ها، نه که خدا نمیتونه این کار، خدا میتونه از هر چیز دیگری، از ترکیب هر چیز دیگری یا با غیر ترکیب چیکار بکنه؟ انسان درست کنه. مگه حضرت مریم سلام الله علیها که باردار شده حضرت عیسی انسان بود با مکانیزم طبیعی بدن، مردی باش تماس داشتش؟ خیر. از آدم سلام الله علیه مگه از نزدیکی زن و مرد ایجاد شد؟ نه، همین مکانیزم طبیعی بدن هم داشته. برای خدا کاری نداره ها، تو طبیعت داره، برای تو طبیعت طبق قانونی که خدا گذاشته باید نظم وجود داره، حکمت وجود داره. خب مسلما وجود دارد، ولی آنچنان که باید برای ما معلوم نیست و آنچه معلوم گشته تبدل امواج و انرژی های مشخص تحت این قوانین معین و شرایط مخصوص به صورت های مشخص از اجرام و اجسام است، نه تناسب ها و شباهت ها. خب و این اندازه هم که معلوم گردیده به لحاظ مشاهده مکرر این تبدل ها می باشه، یعنی تجربی از هی رفتن تحقیق کردن که بله در چنین شرایط خاصی مثلا آب در 100 درجه جوش میاد و تبدیل به چی میشه؟ بخار میشه. ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی در فلان شرایط تبدیل به ماده میشه. خب به لحاظ مشاهده مکرر این تبدل ها میباشد و الا اگر نمیدیدیم و مشاهده نمیکردیم و ما میگفتن این و امواج و انرژی ها را که میبینید به صورت این اجرام و اجسام در میآیند و آنها مبدل به اینها میشوند و اینها همانها هستند، موجب تعجب ما و استبعاد میشد و برای ما سوال انگیز بود. همچنین است در عکس این قضیه، یعنی در تبدل اجرام و اجسام مختلف به امواج و انرژی های متنوع. شما الان ویدیو رو نگاه کنید، تلویزیون مثلا کنترل از راه دور رو نگاه کنید. خب ما همین رو عادتا خریدیم، اینا رو هی گفتم ما اینجوری از شما این دستگاه رو فشار بدید روشن میشه، این دستگاه رو فشار بدید خاموش میشه، اینو بذارید کانال عوض بکنه. ولی واقعا چه ارتباطی وجود داره؟ شما از اینجا نشه تلویزیون یه کار، تلویزیون یه امر موهوم که نیست، یه دستگاه مکانیکیه. ولی شما اینجا اینو فشار میدید، این فاصله بین دستگاه کنترل تا تلویزیون که دستگاه مسکای وجود نداره، که چطور این کانال رو عوض میکنه، رنگش رو عوض میکنه، صداشو کنترل میکنه؟ این مکانیزم چیه؟ یا یه ویدیو رو مثلا شما کنترل میکنید از راه دور، این چی هستش؟ چه مکانیزمی داره؟ ما فقط میدونیم این ارتباطات وجود داره، اما مکانیزم قضیه چیه، تناسب ها چی هست، کسی نمیدونه. صورت پذیرفتن ها همه جا برای ما تعجب آور است. از نظر ما و در محدوده علم و ادراک ما، چه تناسب و کدام شباهتی بین ذرات اولیه مشابه و تقریبا به هم نزدیک و بین این همه صورت‌های مختلف و متنوع که همه جای عالم مشهود ما رو پر کرده از وجود دارد؟ کل عناصر عالم چند تاست؟ اینه که شناختن تا الان 114 تا شناختن. حالا بگیم حالا این مقداری که الان شناختن بلکه تعداد محدود هستش دیگه، عناصر چند هزار سال بشر کار کرده، اون کل ماده عالم از این تعداد، یه تعداد مشخص، یه تعداد کم محدودی ماده تشکیل شده. این همه ازش ما مواد مختلف داریم از اون چند تا عنصر، دقت میکنید؟ و شما شیمی رو بخونید خیلی تعجب آور، در شیمی شما میبینید که مثلا چند ماده شما دارید خواص مختلفی دارن و نوعاً شاید هم ضد هم باشه، اما همشون چی هست؟ همشون از عناصر مشابه تشکیل شده. مثال زدم براتون دیگه در معرفت، مثلا الکل و صابون و قند و اینا که مثال زدم براتون، همشون از مادهشون چی؟ یکی. ولی چرا یکی شد الکل، یکی شد مثلا سرکه؟ آرایش هایی که اینا داره، چرا این آرایش عناصر اونو میکنه سرکه، اینو میکنه چی؟
الکل. و چگونه آن ذرات به این صورتها در می آیند و کدام شباهت و مناسبتی بین عناصر اولیه معدود و بین این همه اشکال و صور موجود در عالم ماده است؟ شباهت و مناسبت بین آن عناصر و بین این همه انسان ها و حیوانات و نباتات و جمادات که هر کدام صورت خاصی دارد چیست و چگونه است؟ مناسبت ها و شباهت ها بین هسته ها و دانه ها و نطفه ها و بین درخت ها و نباتات و انسان ها و حیوان ها چیست؟ مثلا سوالات ساده ولی متحیر کنند. چه؟ مثلا ناگهان شما در همه عالم دو تا انسان پیدا نمی‌کنید قیافشون یکسان باشه، مگر اینکه از یک سلول تشکیل شده باشن مثل دو قلوها، و یا یه دو تا انسان پیدا نمی‌کنید که شما چهرهشون یکسان باشه. میلیاردها انسان چهره مختلف از مواد شبیه به هم تشکیل شده، جنس مواد همه یکی. یک دو تا رو پیدا نمی‌کنید که اثر انگشتشون مساوی باشه، اثر انگشتشون با هم یکی باشه. آیا هسته به درخت میماند؟ یعنی شکل هسته شکل درخته که بگیم این درخت کوچولو میذاریش توی زمین بزرگ میشه اینجوری هستش؟ نه. سلول تخم چه شباهتی به انسان داره؟ ها؟ هیچ. پس چجوری میشه این دانه رو ما میکاریم و تبدیل به اون درخت میشه؟ و عجیب‌تر این هستش که چرا چند تا دانه مختلف رو از یک زمین، از یک آب، از یک کود غذا میدیم و درخت های متنوع در میاد، همشون هم تخلف هم نمیپذیم. و آیا این آدم فکر بکنه جدا در طبیعت درست فکر بکنه بین این ارتباطات همینجوری منصفانه فکر بکنه جدای از هر دعوتی و بدون تعصب اگر بخواد مطالعه بکنه اینها رو ببینه که مجبور به عبادت خداوند میشه. این تمام وجودش داد میزنه خدا رو، تمام وجودش. و آیا مناسبت و شباهتی که بینه این که قرآن میگه تمام این جهان رو ما آیه قرار دادی، آیه قرار دادیم، شما فقط چشم باز بکنید و کم من آیت یمرون علیها و هم انها مورزون، چه بسیار آیه هایی که از اینا از کنار این آیات میزنن ولی احراز میکنن. بلا تمام طبیعت چقدر زیبا گفته برای درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. و آیا مناسبت و شباهتی که بین هسته مشخص و بین درخت معین از نظر ما هست یک مناسبت و شباهت هضم شده برای ما هست؟ مثلا این درخت این تخم این درخت رو میده، اون تخم هم این درخت میده، بین اینا چه تناسبی هست؟ ما فقط میدونیم اینجوری هست و الا اینکه چه تناسبی هست ما چه میدونیم؟ یا نه و بلکه حقیقت امر چیز دیگری است و آن این که بر اثر مشاهده عینی و عینی مکرر و بر اثر تجربه برای ما معلوم شده که این هسته مشخص به این درخت معین مبدل می شود و به صورت آن در می آید. حقیقت امر همین است که با مشاهده و تجربه دانسته ایم که این هسته به صورت این درخت در می آید و پی برده ایم که حتما مناسبت و شباهتی بین این دو وجود دارد، نه اینکه این مناسبت و شباهت را شناخته باشیم و برای ما هضم شده باشد و به عبارت دیگر با آثار و شواهد به وجود مناسبت و شباهت بین این دو ایمان آوردیم و در این بین به یک اشتباه دچار شده و فکر میکنیم ما این مناسبت و شباهت را شناخته ایم و برای ما چگونه یا روشن گشته. ما فکر میکنیم فهمیدیم، اگه ما این نفهمیدیم، ما فقط اصل ارتباط رو فهمیدیم اما مکانیزم و چگونگیش رو نمیفهمیم و نفهمیدیم. آنچه دقت‌ها و بررسی‌ها و تحقیقات علمی و آزمایشی به دست می‌آورد نیز مناسبت‌ها و شباهت‌ها نیست، بلکه یک سلسله ضوابط و قوانین و شرایط است. ضوابط رو می‌فهمیم. علم و آزمایش علمی به ریزه‌کاری‌های ضوابط و شرایط تبدل این هسته مثلا به این درخت پی می‌برد، نه به شباهت‌ها و مناسبت‌ها و چگونگی آنها. دقت کرد؟ باز توضیح دادم. یعنی که سرسری از که این جمله را درسید
کدوم دانشمند الان آمده گفته من میدونم که بین این اسپرم و اون هیکل چه خاصیتی وجود داره؟ هیچ کس نتونست اینو بیان بکنه. نمیدونه یعنی چی. و بالاخره از نظر علم از نظر علم ناچیز محدود ما چه شباهتی بین نطفه و بین عقل و فکر و دیدن و شنیدن هست که اینها از آن سر میزند و آن به این صورت ها جلوه میکنند. این نطفه تشکیل شده به این موجودی که میبینه. شما اصلا دیدن روش فکر بکنید. اصلا دیدن یعنی چی؟ دیدن روش فکر بکنید. از این حجاب و عادت درین به این که ما میتونیم ببینیم. اصلا خود دیدن روش داره فکر بکنید. دیدن یعنی چی؟ که ما رنگ های متنوع رو تشخیص میدیم، ابعاد مختلف رو تشخیص میدیم، دور و نزدیک رو تشخیص میدیم. خیلی چیزا دیگه تشخیص میدیم با چشممون. حتی با چشم تشخیص نمیدیم که بالاخره تشخیص دهنده ای هستش، ولی ابزارش همین دیدن هست. یعنی چی؟ اگر بخوایم خوب بفهمیم باید اینا رو یه مدت اخوم کم کنیم. چشم ببینیم توی طبیعت چند دقیقه راه برید و با توجه بشید دیدن یعنی چی. ما نمیفهم یعنی چی، ما فقط بدونیم یه انجام میشه، ما میبینیم بشون گوشیم دیدن، ولی حقیقتا مکانیزم قضیه روشن شده. چی میدونه؟ گوش شنیدن، فکر، اصلا فکر کردن یعنی چی. ما فکر میکنیم. این ماده تبدیل شده به یه موجود مفکر، به یه موجود با انواع و اقسام احساسات. بله تا حدودی بله. و چه شباهتی بین گندم و بین عقل و جان هست؟ گندم شخص میخوره بعد میشه موجودی جاندار، و اگر نخوره میشه جاندار؟ نمیشه که، باید بخوره بشه جاندار. چه نفس تعلق میگیره؟ زمانی که بدن شرایط خاصی داشته باشه. حالا مادر نخوره جاندار میشه؟ نخواهد شد. گندمی را زیر خاک انداختند، پس خاکش خوشه ها برساختند. تبدیل خاک خودش خوندیم قبلا، تبدیل خاک به گیاه خودش اسرای داره. خاک چجوری جذب گیاه میشه و تبدیل به خود گیاه میشه؟ یعنی ماده تبدیل به چی میشه؟ یعنی جماد تبدیل به نبات میشه. این مکانیزم تبدیل جماد به نبات چیه؟ بار دیگر کوفتند اجزا سیاه، قیمتش افزود و نان شد جان فضا. شد نان، خب این دوبار این یه بار کردن زیر خاک گندم داد به این زیبایی و قشنگی. یه بار دیگه تو آسیا کوب بیدنش، شد چی؟ آرد و نان شد. نان چی شد؟ نان شد جانز. باز نان را زیر دندان کوفتن، گشت عقل و جان و فهم سودمن. باز آن جان چون که محو عشق گشت، یعجب و ذر را آمد بعد کشت. باز آن جان چون به حق او محو شد، باز ماند از سکر و سوی سهو شد. محو، سکر، سهو، این سه تا اصطلاح عرفانی هستش. انسان بعد از که جان گرفت، این جان به اصطلاح برود کرد، محو شد، محو جماد حق شد، به کجا میرسه؟ از سکر به سهو میرسه. این حال اصطلاحات عرفانی است، یعنی اون حالتهایی که به شخص، به روح انسان دست میده در به سلا سلوک الان. خب کفایت میکنه تا اینجا، تا برسیم ان شاء الله جلسه بعد. در اصل بحث جلسه بعدمون هم ادامه همین هستش که تعجب ما و فهم عدم فهم ما هیچ تأثیری در برقراری مقررات نداره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.